اهداف توسعه پایا با عنوان رسمی دگرگون ساختن جهان ما یا سند 2030 یونسکو مجموعه ای از اهداف هستند که به آینده مربوط می شوند. رؤسای دولت ها، نمایندگان بلندپایه نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد و جامعه مدنی در سپتامبر 2015 گرد هم آمدند و در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دستور کار توسعه پایا 2030 را تصویب کردند. این دستور کار که جایگزین اهداف توسعه 1000 شد، شامل 17 هدف اصلی و 169 هدف ویژه است که نقشه راه جامعه بین المللی را در زمینه توسعه پایا برای سالهای آینده ترسیم می کند. کتاب گویا با شرح اهداف 17 گانه سند 2030 یونسکو، کاری از کمیته آموزش و پژوهش، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. هدف 11، ساخت شهرها و اقامتگاه‌های ایمن، قابل تجدید و پایدار. مطابق با دستور کار هدف 11 از اهداف 17 گانه توسعه پایدار، هدف 11 عبارت است از ساخت شهرها و اقامتگاه‌های ایمن، قابل تجدید و پایدار. مهمترین اقداماتی که دولت‌ها باید برای تحقق این هدف انجام دهند به این شرح است: 1. تضمین دسترسی همه افراد به مسکن مناسب، ایمن و مقرون به صرفه و خدمات پایه و نوسازی محله‌های فقیرنشین تا سال 2030. 2. فراهم آوردن امکان دسترسی به سامانه‌های نقل و انتقال ایمن، مقرون به صرفه، قابل دسترسی و پایدار برای همه، ارتقای ایمنی جاده‌ها به ویژه از طریق افزایش نقل و انتقال عمومی با توجه ویژه به نیازهای قشرهای آسیب پذیر از جمله زنان، دختران، معلولان و سایر افراد تا سال 2030. 3. افزایش شهرسازی پایدار و همه شمول و ظرفیت سازی برای طراحی و مدیریت سکونتگاه‌های شهری، مشارکتی، جامع و پایدار در همه کشورها تا سال 2030. 4. تحکیم تلاش برای حفظ و پاسداشت میراث فرهنگی و طبیعی جهان. 5.11 کاهش قابل ملاحظه میزان مرگ و میر و تعداد افراد مبتلا به بیماری و کاهش چشمگیر خسارت‌های اقتصادی مستقیم مرتبط با تولید ناخالص داخلی جهانی ناشی از بروز بلایای طبیعی، از جمله بلایای مرتبط با آب، با تأکید بر حمایت از فقرا و اقشار آسیب پذیر تا سال 2030. 6.11 کاهش سرانه آثار منفی پدیده‌های زیست محیطی بر شهرها، از جمله از طریق توجه ویژه به کیفیت هوا و مدیریت زباله‌ها و مواد زائد شهری و غیره تا سال 2030. 7.11 فراهم آوردن امکان دسترسی جهانی به فضای عمومی و سبز، همه شمول، در دسترس و ایمن، به ویژه برای زنان و کودکان، سالمندان و معلولان تا سال 2030. 11. الف حمایت از برقراری پیوندهای مثبت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی میان نواحی شهری، حومه و مناطق روستایی در سایه تقویت طرح‌های توسعه ملی و منطقه‌ای. 11b اجرای طرح‌های اتخاذ سیاست‌های یک پارچه در جهت فراگیر شدن، کارایی منابع،
کاهش آثار تغییر اقلیم و سازگاری با آن و مقاومت در مقابل بلایای طبیعی و انجام اقدامات جامع بر اساس چهارچوب سندای مبنی بر کاهش خطر بلایای طبیعی برای سالهای 2015 تا 2030 به منظور مدیریت خطر بلایای طبیعی در همه سطوح تا سال 2030 همزمان با افزایش پایدار تعداد شهرها و سکونتگاه‌های انسانی. جیم، حمایت از کشورهای دارای پایین‌ترین سطح توسعه یافتگی از طریق بنا کردن ساختمان‌های پایدار و مقاوم با استفاده از مصالح محلی و ارائه کمک‌های مالی و فنی به آنها. شهرنشینی یکی از مهمترین تحولات قرن 21 است. بیش از نیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی می‌کنند که انتظار می‌رود تا سال 2050 تا 70% افزایش یابد. شهرهای اقتصادی، اقتصاد محلی و ملی را به عنوان مراکز رونق اقتصادی که بیش از 80% از فعالیت‌های اقتصادی جهان متمرکز است، هدایت می‌کنند. شهرنشینی همچنین چالش‌های عمده‌ای را به وجود می‌آورد. شهرها دارای اثرات مخرب زیست محیطی فراوانی هستند. علی‌رغم اینکه تنها 3% از سطح جهان را اشغال می‌کنند، اما مسئولیت 3/4 مصرف منابع جهانی و 75% انتشار گازهای گلخانه جهانی را دارند. شهروند به عضوی از اعضای وابسته به جامعه انسانی گفته می شود که خود را ملزم به رعایت حقوق فردی و جمعی می داند که البته با معنای شهرنشینی دارای تفاوت‌هایی است. شهروند ترجمه واژه انگلیسی سیتیزن و واژه فرانسوی سیتوین است. به عبارتی دیگر، مفهوم شهروندی به معنای مدرن امروزی مربوط به زمان انقلاب کبیر فرانسه است. بر مبنای تعریف شهروندی مدرنی که امروز مد نظر است، کلیه افراد دارای حقوق مساوی هستند و وجه تمایزی همچون نژاد، قومیت و جنسیت در این خصوص تأثیری به همراه نخواهد داشت. اما در مورد واژه شهر تعاریف متعددی از سوی اندیشمندان علوم مختلف جامعه شناسی، اقتصاد، جغرافیا و غیره ارائه شده است. سازمان ملل متحد نیز در تعریفی شهر را مکانی با تراکم بالای جمعیت و مرکزیت سیاسی، اداری و تاریخی می‌داند که در آن فعالیت اصلی مردم غیر کشاورزی است و دارای مختصات شهری بوده که از طریق دولت محلی اداره می شود. اما فارغ از تعاریف متعدد، مطابق ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ایران، شهر محلی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی مشخص واقع شده است و از نظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل دارای سیمایی با ویژگی‌های خاص خود است، به طوری که اکثریت ساکنان دائمی آن در مشاغل کسب، تجارت، صنعت، خدمات و فعالیت‌های اداری اشتغال داشته و در زمینه‌های خدمات شهری از خودکفایی نسبی برخوردارند. شهر کانون مبادلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حوزه نفوذ پیرامون خود بوده و حداقل دارای 10,000 جمعیت است. لازمه زندگی شهروندان در شهرها
برخورداری از امکانات متنوع شهری است که عمدتاً فراهم آوردن این گونه امکانات مختص شهرها و مدیریت و نظارت بر روند توسعه آن بر عهده مدیریت شهری است. یکی از ضروریات اجتماعی و حقوقی لزوم تساوی تمام افراد در برخورداری از امکانات برای تحقق عدالت اجتماعی است. موضوعی که هم در قانون اساسی و هم در سایر قوانین به آن پرداخته شده است. مسئله عدالت به عنوان یکی از مفاهیم بنیادین و اصلی در بستر نظریه‌های حقوقی و سیاسی و مسئله عدالت اجتماعی و اهمیت توجه به آن از دیرباز در جوامع مختلف مطرح بوده است. در اسناد بین‌المللی حقوق بشر نیز به این موضوع توجه ویژه‌ای شده است. حق بر برخورداری از مسکن مناسب به صراحت در ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 11 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مورد شناسایی و تأکید قرار گرفته است. حق مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی ماده 52 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 15 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، ماده 5 و 7 کنوانسیون بین‌المللی لغو تمامی موارد تبعیض نژادی، ماده 31 کنوانسیون حقوق کودک، ماده 30 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت. حق دسترسی به خدمات شهری و حمل و نقل. ماده 23 کنوانسیون حقوق کودک، ماده 9 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، ماده 14 کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، حق بهره‌مندی از حمایت‌های لازم به هنگام بلایای طبیعی، ماده 11 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت. نگاهی به قانون اساسی و سایر قوانین ایران. عدالت اجتماعی را به نوعی میتوان رعایت تناسب در برخورداری افراد از امکانات و منابع تلقی کرد. قانون اساسی ایران در اصول مختلف از جمله اصول 19 و 20 خود به این موضوع پرداخته و چنین بیان داشته: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. همچنین همه افراد ملت اعم از زن و مرد به طور یکسان از حمایت قانونی و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. ممنوعیت اعمال تبعیض ناروا در منشور حقوق شهروندی نیز با پیروی از اصول قانون اساسی در خصوص لزوم تساوی افراد در برخورداری از امکانات به نحوی از انها به این موضوع اشاره شده است. به عنوان مثال در ماده 7 منشور صراحتاً آمده است که شهروندان از کرامت انسانی و تمامی مزایای پیشبینی شده در قوانین و مقررات به نحو یکسان برخوردار هستند. یا در ماده 8 منشور اعمال هر گونه تبعیض ناروا به ویژه در دسترسی شهروندان به امکانات عمومی ممنوع شده است. با وجود این، صرف نظر از مفاهیم و اصطلاحات باید بگوییم که به منظور رسیدن به اهداف عالیه در برقراری عدالت لازم است که در خصوص برخورداری شهروندان از دسترسی به خدمات عمومی شهری میبایست نگاه جدی داشته باشیم، چرا که تا رسیدن به این مهم و استانداردهای لازم فاصله زیادی وجود دارد. به عنوان مثال میتوان گفت که افراد دارای معلولیت در برخورداری مساوی از امکانات شهری در جایگاه مناسبی قرار ندارند.
در صورتی که لازم است در تمام مراحل مدیریتی، قانونگذاری و اجرایی، بالاخص مدیریت شهری، تخصیص اعتبارات لازم و نیز ارائه برنامه‌های دقیق و اصولی برای تسهیل شرایط برخورداری این عزیزان مد نظر متولیان امر قرار گیرد. بایدهای قانونی برای معلولان لازم به ذکر است که اگر قوانین و مقررات موجود در زمینه حقوق معلولان به درستی اجرا شود، بخش قابل توجهی از مشکلات آنها در محیطهای شهری مرتفع خواهد شد. در این زمینه به صورت موردی میتوان به وظایف شهرداری ها مندرج در قانون جامع معلولان اشاره کرد. در تبصره 2 ماده 12 این قانون آمده است: شهرداری ها معذفند از صدور پروانه احداث و پایان کار برای آن تعداد از ساختمان ها و اماکن عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری کنند، که اگر این مهم به صورت صحیح و با جدیت دنبال شود قطعا تأثیر مثبتی در بر خواهد داشت. یا در تبصره 1 همین ماده به وظایف سایر سازمان ها بدین نحو برداخته شده است که وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی معذفند برای دسترسی و بهره‌مندی معلولان ساختمان ها و اماکن عمومی، ورزشی، تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چهارچوب بودجه‌های مصوب سالانه خود مناسب سازی کنند. بدون شک تفکر حاکم بر مدیریت شهری می تواند منجر به ارتقای حقوق شهروندی شده یا اینکه منجر به نادیده گرفتن حقوق آنها شود. به هر حال چه در بحث امور ترافیکی و حمل و نقل و چه در بحث معماری و شهرسازی، رعایت و به کارگیری شرایط مناسب برای بهره‌مندی تمام شهروندان از امکانات به نحو تساوی امری ضروری و غیر قابل اجتناب است. حق افراد دارای معلولیت این است که از تمامی امکانات برخوردار باشند، چرا که اغلب این عزیزان دارای قابلیت‌های منحصر به فردی در مباحث حرفه‌ای و اجتماعی هستند و نباید هیچ عاملی عدم فرصت بهره‌مندی اجتماع از خدمات آنها را فراهم آورد. به همین علت و به لحاظ ضرورت حضور این گونه افراد در اجتماع، میتوان به بحث تردد معلولان در سطح شهر به عنوان یکی از حقوق و مطالبات مهم آنها از مدیریت شهری نام ببریم. در کنار این مسئله، بحث نظارت بر سازمان‌های مختلف برای رعایت یا عدم رعایت وظایفی که بر عهده دارند از دیگر مواردی است که باید در کنار وظایف و تکالیف مدیریت شهری به آن توجه شود. حق بر مسکن مناسب. مسکن در لغت با مفهوم سکنا و سکونت مرتبط شده و به مکان یافتن آرامش یا آرامگاه اطلاق می شود. پس می توان گفت مسکن جایی است که انسان در آنجا احساس آرامش و امنیت می کند. حق مسکن مناسب به این معنی است که هر انسان، اعم از زن، مرد، کودک و جوان، حق دارد از خانه و جامعه امن برخوردار باشد تا در آن با آرامش و شرافتمندانه زندگی نماید و هر کس حق دارد که مسکن مناسب داشته باشد. اصل 31 قانون اساسی چنین مقرر می‌دارد: داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است.